با توجه به افزایش حملات داعش و دنبال سقوط کابل در 15 همه اگست تا به نظرتان گروه داعش در حال قدرتگیری و ظهور مجدد در افغانستان است؟ بیچونو چرا می توان گفت که گروه داعش در افغانستان در حال قدرتگیری و ظهور مجدد است نشانه های وجود داشت که این کار به شکل دور از انظار آمد در طول سال 2020 آغاز شده بود داعش در اگست سال گذشته میلادی یک عملیات پیچیده فرار از زندان را برا انداخت و رهبر کنونی داعش که سال گذشته به این سمت تعیین شد وظیفه سپرده شده تا به دنبال متقبل شدن تلفات سنگین از سوی نظامیان امریکایی و افغان و در برخ موارد از سوی گروه طالبان در چندین سال گذشته اکنون از مرحله قدرتگیری دوباره داعش نظارت کند دایش از آن و بعد دست به عملیات های مرگ بار زده. مثلا حمله بر اقلیت های چون هزاره ها. اخیرا شاهد افزایش حملات در جلال آباد و سایر مناطق ننگرهار بودیم که ممکن به اندازه حملات داعش بر مساجد شیعیان بزرگ و قابل توجه نباشد. اما حملات در ننگرهار پیامدهایی را ایجاد کرده که داعش به دنبال آن بود یعنی حملات انتقام جوینه طالبان علیه غیر نظامیان در ننگرهار به ویژه سلفی ها داعش با بکارگیری این استراتژی می خواهد بخش از جمعیت افغانستان را منزوی کرده و سرانجام از میان این افراد سربازگیری کند به نظرتان داعش در افغانستان به دنبال چیست ایجاد خلافت و یا هم ایجاد یک پناهگاه امن به خاطر حمله علیه سایر کشورها استراتژی بزرگتر داعش در افغانستان و منطقه که به نظر خلافت داعش شامل افغانستان، پاکستان، بخش‌های از ایران، مناطق در آسیای مرکزی و حتی هند می شود تصرف و گرفتن کنترل یک منطقه است. همانگونه که در عراق و سوریه و همچنان بخش‌های از افغانستان چون در ننگرهار، کنر و جزجان شاهد آن بودیم. اما طور به نظر می رسد که رهبر کنونی داعش در حال حاضر روی تشدید حملات تمرکز دارد دایشیان میخواهند خواهند پایه های خود را قوی کنند، سربازگیری کنند تا سرانجام به هدف نهاییشان که تصرف و کنترل مناطق است دست یابند. از بین همه کشورهای منطقه و همسایگان افغانستان، روسیه و ایران بیشترین نگرانی را در مورد حضور گروه داعش در افغانستان ابراز کردند به نظرتان چرا ترس مسکو و تهران از داعش نسبت به سایه گروه های دشت افغان چون شبکه القاعده بیشتر است این کشورها منافع ویژه در افغانستان و منطقه دارند قسم که میدانیم ایران نیروهایی را در افغانستان منسجم کرده است بناعا ایران در پی حفظ منافع خود در منطقه است روسیه از گسترش نفوذ داعش در مرزهای جنوبی خود نگران است روسیه و ایران به گونه جدی نگرانند که داعش ممکن نه تنها سبب ایجاد مشکل در منطقه خواهد شد بلکه مشکلات را در مرزهای این دو کشور نیز ایجاد خواهد کرد سربازگیری داعش از تاجیکستان و ازبکستان در گذشته مایه نگرانی بزرگ برای روسیه بود و ادامه حملات داعش بر شیعیان در افغانستان ایران را تهدید می کند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران اخیرا در ملاقات با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در تهران گفت که امریکا گروه دایش ایجاد کرده برخی افغان ها نیز به ای باورند به نظرتان این نظریه یا مفکوره ایجاد گروه دایش توسط امریکا از کجا منشه میگیره و چرا برخی کشورها امریکا را در ایجاد و یا هم شکل گرفتن گروه دایش مقصر میدانند؟ این نظریه است که در مناطق مختلف مورد منازعه گسترش یافته است. ما شاهد آن در عراق و سپس در سوریه بودیم. این نظریه ها هیچ اعتبار ندارد. ما میدانیم که امریکا تا حد مسئول ایجاد شرایط بود که عراق و سوریه را آسیب زد. اما عملیات های نظامی ائتلاف آمریکا علیه داعش بسیار واضح است. امریکا منافع بزرگ در از بین بردن داعش دارد. یالات متحده مسئول مستقیم ایجاد گروه داعش نیست، اما در برخی مواقع شرایط ایجاد آن را مساعد کرد. بگونه مثال اگر ما در عراق ببینیم امریکا زندان را ایجاد کرد که در آن افراد در بازداشت بودند که سپس در مقام های رهبری داعش رسیدند نظریه ای ایجاد داعش توسط امریکا از همین جا آغاز شد ما میدانیم که شاخه خراسان داعش در افغانستان توسط گروه داعش عراق و سوریه ایجاد شد اخیرا گزارشهایی از پیوستن نظامیان پیشین افغانستان به گروه داعش نشر شد در یکی از این گزارش‌ها آمده که نظامیان پیشین افغانستان از ترس انتقام جویی و بازداشت و حتی کشته شدن توسط گروه طالبان به داعش می پیوندند به نظر شما پیوستن نظامیان پیشین به گروه داعش تا دا چی اندازه می تواند در قدرت گرفتن گروه داعش نقش داشته باشد در مورد پیوستن نظامیان پیشین افغانستان و داعش حداقل می توانم بگویم که بسیاری از این نیروهای امنیتی و دفاعی افغان که به داعش پیوستند سابقه سلفی بودن داشتند عامل نارضایتی ها و ترس از کشته شدن را نیز نباید فراموش کرد بله برخی نظامیان پیشین افغان به داعش پیوستند اما آیا اکثریت نیروهای امنیتی و دفاعی افغان به داعش خواهند پیوست البته که نه اما هنوز هم امکان پیوستن نظامیان پیشین افغان به داعش به شکل انفرادی وجود دارد در مورد پیوستن جنگجویان طالبان بدایش باید بگویم که ما در گذشته شاهد آن بودیم و ترغیب جنگجویان طالبان به پیوستن به داعش بخش از استراتژی داعش است اگر طالبان موضوعات را که داعش به آن به عنوان بدعت و الحاد میبیند به شکل نادیده بگیرند با تهدید منظوی ساختن اعضای تندرو خود مواجه خواهند شد شمار از اعضای تندرو طالبان در گذشته به داعش بیعت کردند و اگر عناصر تندرو در صفوف طالبان ببینند بی که اهداف که آنان توسط تحریک طالبان عملی همیشه در آینده ممکن به داعش بپیوندند